الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محصلان نهایت عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بار دیگر از مضمون احادیث نبوی در خدمت شما قرار گرفتیم و خوشبختانه رسیدیم به هفته هشتم و در هر هفته ما و شما دو جلسه یا دو کردیت داریم که انشاءالله ای هر دو جلسه سعی میکنیم خدمت شما تقدیم بکنیم. عنوان اساسی درس ما و شما هست اصول قضاوت، یعنی اسلام برای قضاوت چه اصولی را، چه آداب را در نظر گرفته و پیروان خود را به رعایت کردن ای اصول و آداب دستور و هدایت داده. و به صورت فهرستوار مطالبی که تقدیم شما میشه سه موضوع مهمه: یک، اصول عمده برای قضات، برای قاضی صاحبا. دو، دفاع از حقوق مستضعفان در جامعه. و مسئله سوم، وضعیت قاضی در آخرت، که قاضی در روز آخرت چه حالت داره و چه وضعیت داره و با چه مشکلات مواجه میشه. اینجا حدیث هست، حدیث 1193. عن علی رضی الله تعالی عن قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله تعالى عنه: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديني والصحاح ابن حبان وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ترجمه حدیث: از علی رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه دو نفر از تو خواستند که بینشان قضاوت کنی، هرگیز به نفع نفر اول قضاوت نکن تا سخن نفر دوم را بشنوی. فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. آنگاه در میابی که چگونه در میانشان قضاوت کنی. علی رضی الله عنه میگوید: پس از آن همیشه قاضی بودم. و در روایت دیگر آمده که از آن به بعد در قضاوت و در داوری میان بندگان خدا دچار اشتباه و مشکل نشدم. این بود ترجمه ای حدیث. حالا می پردازیم به پیام های حدیث. یک، در این حدیث یکی از اصول اساسی قضاوت بیان شده است و آن این که باید نخست قاضی سخن هر دو طرف دعوا را بشنود و سپس حکم را صادر نماید یا حکم نماید تا زمانی که از هر دو طرف و دلائل و سخنان هر دو طرف را نشنیده حق اصدار حکم نداره. و پیام دوم، تا زمانی که قاضی سخنان هر دو طرف دعوا را نشنود نمیتواند درست قضاوت کند، چرا که در خود روایت هم آمده فسوف تدری کیف تقضی. وقتی که تو سخن طرف مقابل را هم شنیدی، او اخ میدانی که چگونه حکم بکنی. بعد از این که هر دو طرف صحبت خود را تمام کردن، او اخ کاملا قضیه برای تو روشن میشه و در حکم کردن و در فیصله کردن دچار مشکل نمیشی. و پیام سوم، عمل به دساتیر پیامبر اکرم علیه السلام رهگشاست. به همین سبب علی ابن ابی طالب میگوید: چون به این هدایت پیامبر اکرم علیه السلام عمل کردم،
هیچگاه در قضاوت دچار مشکل و دچار گرفتاری نشدم. بنابراین این درس را باید هر کدام از قاضی صاحبا مد نظر داشته باشند که تا وقتی از هر دو طرف تمام استدلال ها و تمام اسناد و شواهد و مدارک را نمی بینند حکم نکنند، عجولانه فیصله نکنند. حدیث بعدی، حدیث 1194. وعن ام سلمة رضی الله تعالی عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعدكم ان يكون الحن بحجته من بعد فاقضي له على نحو مما اسمع منه فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعه من نار متفق عليه. ترجمه حدیث از ام سلمه رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند شما به من شکایت می کنید یا در نزد من خصومت و مجادله می کنید و چه بسا که یکی از شما دو طرف شاکی سخنورتر باشد. الحن بحجته من بعد بفهمیدیم در گفته خود و در دلیلی که پیش میکنه لحن فصیح‌تر باشد، داشته باشد، فصاحت او و سخنوری او بالاتر باشد. فاقضی له علی نحو مما اسمع و در نتیجه من طبق آنچه که میشنوم و تشخیص میدهم به نفع او قضاوت میکنه. او با همان چرب زبانی و سرعت و فصاحتی که داره ظاهر از او دانسته میشه که راست میگه، سخن او صحیح‌تر است، درست‌تر است و طرف دیگه شاید عاجز باشه در گفتگو. فرمودن فمن قطعت له من حق اخیه شیئا، لذا برای کسی که چیزی از حق برادرش را دادم، فانما اقطع له قطعه من النار، بداند که قطعه از آتش دوزخ را، پاره از آتش را به او دادم، گمان نکنه که برای او پاک است و حلال. پیام های اساسی این حدیث: یک، پیامبر علیه السلام غیب نمی دانستند و تنها چیزی را می دانستند که الله به ایشان خبر می داد. این مسئله خیلی واضحه که حتی در قضاوت فرمودن شاید ما بر اساس فصاحت و بلاغت و سخنوری یکی از دو طرف فیصله بکنم، به نفع یکی از دو طرف فیصله بکنم، چون ما غیب نمی دانم. اگر پیامبر علیه السلام غیب دان می بودند خب دوچار مشکل نمی شدند، همه مسائل برایشان معلوم می بود و این یک اصل است که به جز الله جل جلاله هیچ کسی دیگر غیب نمی داند و این موضوع در قرآن با تفصیل آمده. یکی از مسائل عمده جزء عقاید و باورهای اهل سنت و جماعت این است که به جز الله متعال کسی غیب نمی داند و آنچه رسول گرامی اسلام بیان می کنند خبر و گزارش غیبی است که الله متعال به ایشان گفته و آنان را مطلع ساخته. و موضوع پیام سوم، هرگاه قاضی به اساس آنچه از دلائل برایش ارائه می شود حکم کند مسئولیت ندارد، چنانچه گفتن که من بر اساس امو دلیل و سندی که می بینم حکم خود را صادر می کنم. وظیفه قاضی است که مطابق با اسناد و شواهد و مدارک حکم بکنه. و پیام چهارم در این حدیث، وعید شدیدی برای کسی که باطل را حق جلوه می دهد بیان شده. این وعید بسیار شدید است برای کسی که در حقیقت باطل را به صورت حق جلوه می ده و با چرب زبانی و با فصاحت و سخنوری می خواهد که خود را بر حق معرفی بکنه. و یعنی گفته شده که در واقع آنچه را تو می گیری آتش جهنم است و این وعید شدید برای این فرد بیان شده. و پنجمین پیام متعلق به این حدیث اینه که شایسته از قاضی دو طرف دعوا را نصیحت کند،
چنانچه پیامبر علیه السلام خطاب به مردم و به کسانی که ادعاها داشتند شکی بودند به نزدشان مراجعه می کردند این سخنها را گفتند، چون واضح هر دو طرف دعوا مسلمانند و مسلمان خواهی نخواهی از نصیحت و از پند و اندرز عبرت می گیره و از لجاجت و دعوای باطل حتما دست بردار میشه. و میریم طرف روایت بعدی، حدیث 1195. و عن جابر رضی الله عنه قال سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول کیف تقدس امت لا یؤخذ من شدیدهم لضعیفهم، رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. الجابر رضي الله عنه روايته که شنید رسول اكرم صلى الله عليه وسلم می فرمایند چگونه امت پاک و مقدس می شود در حالی که از افراد قویشان حقوق افراد ضعیف گرفته نمی شود. یعنی اصلا امکان نداره که او امت را ما امت پاکتینت بنامیم در حالی که در میانشان ظلم و ستم و تعدی جاری باشه و روان باشه. پیام های اساسی حدیث. اولین پیام، مراد از تقدس در این حدیث پاکی باطن و دوری از آلودگی حسی و معنوی است. یعنی زمان انسانها و امتها از نظر اخلاقی به درجه عالی می رسند که عدالت در میانشان وجود داشته باشد و حق به حقدار برسد. تا زمانی که ظلم در میان امت وجود داشته باشه او امت نمیتوانه یک امت مقدس و پاک فطرت و پاک تینت باشه. و پیام اساسی دوم، دین اسلام از ضعیف ناتوان و ستم دیده دفاع میکند و این در حقیقت یکی از مسائل عمده در دین اسلام. دین اسلام از ضعیف ناتوان و ستم دیده دفاع میکند و حق وی را از متکبر، زورگو و ستمگر می گیرد. بناهن گفتن زمان ای امت واقعا به درجه عالی اخلاقی می رسه که نتوانه ظالم بر مظلوم ظلم بکنه و کاملا حق مظلوم از ظالم گرفته بشه. میریم طرف حدیث بعدی، حدیث 1196 که آخرین حدیث ای جلسه و ای درس ما و شماست. و عن عائشه رضی الله عنها قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول یدعى بالقاضی العادل یوم القیامه فیلقى من شدت الحساب ما یتمنى انه لم یقض بین اثنین فی عمره، رواه ابن حبان و اخرجه البیهقی و لفظه فی تمره. ترجمه حدیث، از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند در روز قیامت قاضی عادل فرا خوانده می شود. متوجه باشیم اینجا بحث از قاضی عادل است، قاضی که هم تخصص داره در پست و مسلک خود و هم عدالت رعایت میکنه. آنچنان حساب سختی از او گرفته میشود، اونجا که آمده فیلقا من شدت الحساب، که آرزو میکند که ای کاش در تمام عمرش بین دو نفر قضاوت نمیکرد. ای آرزو را میکنه. ابن حبان روایت کرده و بیهقی نیز حدیث روایت کرده و در آن این جمله هم اضافه شده در دانه خرمای، یعنی لم یقضی بین اثنین فی عمرهی فی تمرتن، که ای کاش در طول زندگی حتی در یک دانه خرما هم در میان دو نفر قضاوت نمی کردم و حکم نمی کردم. و اینجا گفتن که بحث از قاضی است که او عادل است. پیام های حدیث، پیام اول، مسئولیت قاضی در پیشگاه الله متعال بسیار سنگین است
به همین سبب بزرگان دین از قبول منصب قضا خودداری می کردند، از جمله امام ابو حنیفه که خیلی از مشکلات و سختی ها و شکنجه ها و زندان را قبول کردند، اما حاضر نشدند که بالاترین پست و منصب قضاوت را که همون مقام قاضی القضات بودند برای جهان اسلام باشه بپذیرند. پیام دوم، هرگاه با قاضی عادل این گونه معامله شود حال قاضی ظالم چه خواهد بود. و پیام سه، فکر و یاد آخرت می تواند انسان را از بسیاری گناه ها محافظت کند. به همین خاطر پیامبر علیه السلام سرنوشت قاضی در آخرت را بیان کردند تا درس باشه برای قضات دیگر و در این مورد خیلی ها متوجه باشند. این بود مطالب جلسه اول هفته هشتم سمستر ما و شما که امیدوارم انشاءالله ای احادیث را درست فرا گیریم و به اینها توجه داشته باشیم و در عمل در زندگی خود این مسائل مهم را پیاده بکنیم. و صلی الله تعالی و سلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.